بینندگان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و آخر هفته خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید. خب یکی از سوالاتی که همیشه در ذهن تازه واردین به کانادا وجود دارین هستش که چطور با روزهای تعطیلات و روزهای رسمی این کشور آشنا بشن و اطلاعات کسب بکنن راجع به تعطیلات رسمی و تاریخچه این تعطیلات و پیشینه این تعطیلات و اینکه از چه زمانی جشن گرفته می‌شدن و چطور در گذشته جشن گرفته می‌شدن و اساساً چرا جشن گرفته می‌شدن. به همین خاطر ما در شبکه تلویزیونی AMG تصمیم گرفتیم مطالبی برای شما آماده بکنیم و این مطالب رو در اختیار شما قرار بدیم راجع به این تعطیلات رسمی تا شما رو هرچه بیشتر آشنا بکنیم با این روزها و اطلاعات مفیدی هم در اختیارتون قرار داده باشیم. خب ورق زدیم کلندر رو و دیدیم که روز Thanksgiving خیلی نزدیکه و تصمیم گرفتیم راجع به این روز باهاتون صحبت بکنیم. اما ببینیم Thanksgiving چه روزی هست. Thanksgiving رو همون روز شکرگزاری از سال 1975 دومین دوشنبه ماه اکتبر بوده که همیشه به عنوان روز شکرگزاری در کانادا تعطیل رسمی بوده و جشن گرفته می‌شده. این روز فرصتیه برای کانادایی‌ها تا برای برداشت خوب محصول و دیگر خوشبختی‌هایی که در سالی که گذشته مراسم شکر رو به جا بیارن. اما مراسم روز شکرگزاری در کانادا شامل چه چیزهایی میشه؟ تعطیلی رسمی روز شکرگزاری به معنی تعطیلی بسیاری از مراکز اداری و تجاری هستش. کانادایی ها معمولا از تعطیلات 3 روزه آخر هفته شکرگزاری برای دیدار از دوستان و اقوام خودشون که دور از اونها زندگی میکنن استفاده میکنن و اینکه اونها رو به خانه های خودشون دعوت میکنن و در خانه های خودشون از اونها پذیرایی میکنن. همچنین رسمه که یک وعده غذای خاص هم در طول تعطیلات آخر هفته تدارک دیده بشه که به طور سنتی شامل مواد مختلفی میشه، از جمله غذاهایی مثل گوشت بوقلمون کباب شده و محصولات فصلی، مثلا کدو تنبل، ذرت و گردوی آمریکایی. هرچند که این وعده غذای خاص میتونه غذای دیگری هم شامل بشه، کاملا بسته به اینکه خانواده اهل کجا هستن، به خصوص اگه اون خانواده از نژاد غیر اروپایی باشه. همچنین آخر هفته شکرگزاری زمانی مناسب برای گذراندن یک تعطیلات پاییزی بسیار آرام و کوتاه. این ممکنه آخرین شانس برای برخی از کانادایی ها باشه برای استفاده از کلبه ها و خانه های تابستانی قبل از شروع شدن یک فصل زمستان سرد. اما فعالیت های دیگه هم کاملا رواج داره. دیگر فعالیت های محبوب عبارتند از استراحت در فضاهای باز و تحسین رنگ های تماشایی و دیدنی پاییز کانادا که بسیار زیبا و دیدنی هستند. پیاده روی و ماهیگیری. طرفداران تیم های فوتبال کانادایی ممکنه بخشی از تعطیلات آخر هفته رو به تماشای مسابقات کلاسیک روز شکرگزاری هم سپری بکنن. اما زندگی عمومی چطور تحت تاثیر این روز قرار میگیره؟ روز شکرگزاری همونطور که میدونید دوستان تعطیلی عمومی ملی در کانادا هستش. بسیاری از مردم در این روز تعطیل هستند، مثلا مدارس، ادارات پست و ادارات دولتی از جمله اماکن عمومی هستند که تعطیل به شمار میرن. معمولا ساعت کاری سرویس های حمل و نقل مثل TTC و غیره هم کاهش پیدا میکنه و تحت تاثیر قرار میگیره. اما تاریخچه روز شکرگزاری به چه صورت است؟ از چه زمانی این روز جشن گرفته میشده؟ بهتره بدونیم که مردم بومی قاره آمریکا قبل از اینکه کاشفان و مهاجران اروپایی وارد کانادا بشن هم این روز رو جشن گرفتن و برای جشن شکرگزاری مراسم و فستیوال ویژه برگزار میکردن. در ابتدا شکرگزاری های اروپایی جهت سپاسگزاری کردن برای برخی خوش اقبالی هایی که به صورت ویژه در اون سال براشون اتفاق افتاده بوده برگزار می شده. اولین نمونه از این مراسم جشن مارتین فرابیشر کاشف بوده که در سال 1578 میلادی و بعد از اینکه او از سفر طولانی و پرتلاش خودش برای پیدا کردن یک گذرگاه شمالی از اروپا به آسیا جان سالم به در برد برگزار شد. بسیاری از شکرگزاری ها پیرو رویدادهای قابل توجه در طول قرن 18 میلادی برگزار شده. از طرف دیگه پناهندگان فراری از جنگ داخلی در ایالات متحده آمریکا فرهنگ جشن شکرگزاری با خودشون، اونم جشن شکرگزاری سالانه رو با خودشون به کانادا آوردن. از سال 1879 هر سال روز شکرگزاری برگزار می شده، اما در زمانهای مختلف سال و با موضوعات کاملا متفاوت و خاص. برای سالها مثلا موضوع شکرگزاری برکات فراوان برداشت بوده، گرچه در سالهای بعد سالگرد طلایی ملکه ویکتوریا و یا تاجگذاری شاه ادوارد هفتم موضوع شکرگزاری شده. اما از پایان جنگ جهانی اول تا سال 1930 هر دو روز آتش‌بس و روز شکرگزاری در نزدیکترین دوشنبه 11 نوامبر یعنی سالگرد پایان رسمی دشمنی‌ها در جنگ جهانی اول جشن گرفته می‌شده. در سال 1931 روز آتش‌بس به روز یادبود تغییر نام داده شده و روز شکرگزاری به یک دوشنبه در ماه اکتبر منتقل شد. از سال 1957 روز شکرگزاری همواره در دومین دوشنبه ماه اکتبر برگزار شده و تا الان هم همین جریان ادامه داره. اما نمادهای مربوط به روز شکرگزاری چه نمادهایی هستن؟
روز شکرگزاری در کانادا به جشنواره‌های برداشت محصول سنتی اروپایی کاملا پیوسته است. یک تصویر متداول که در این زمان از سال دیده میشه، ظرفیه به شکل قیف که با میوه‌های فصلی و سبزیجات پر شده و در فرهنگ یونان باستان نشانه و نمادی هستش از وفور نعمت. بوغلمون کباب شده، کدو تنبل، ذرت و غیره نمایش بزرگی از غذاهایی هستند که به عنوان نماد شکرگزاری استفاده میشن. خب دوستان، امیدوارم از اطلاعاتی که در اختیارتون قرار دادم استفاده کرده باشید و اونها به نظرتون مفید اومده باشه. امیدوارم که تعطیلات خوبی رو بگذرونید و مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. لطفا ما رو در صفحاتمون در فیسبوک و یوتیوب دنبال بکنید و به وبسایت ما www.amgtelevision.com سری بزنید. مرسی از توجهتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.